با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، گفتگو را با اردشیر مهداد در رابطه با انتخابات پی میگیرم. رفیق اردشیر، اجازه بدین که به سوال دیگری بپردازم و اون رفتار انتخاباتی مردمه. آیا فکر میکنید که در این انتخابات تغییر عمده ای در این رفتار شاهد باشیم؟ ببینید، این سوالم به نظرم سوال بسیار کلیه. فکر نمی کنم که به راحتی بهش بشه یک جواب کلی داد. میدونید، نه رفتار گروه های مختلف مردم توی انتخابات و رفتار سیاسی کلن گروه های مختلف مردم از جمله در انتخابات یکسانه که نیست، یکسان نیست. نه تا رفتار گروه های اجتماعی معین در طول زمان ثابت میمونه. یعنی فرض کنید همون رفتاری رو که 10 سال پیش داشتن یک گروه اجتماعی، امروز هم همون رفتار داشته باشن. بعد اینکه حتی گروه های اجتماعی دی واحد هم که در نظر بگیریم، در یک زمان واحد تو نقاط مختلف یک کشوری مثل ایران با اون گستردگی که داره و اون تنوع جمعیتی و قومی و ملی، لزوماً یکسان برخورد بکنن با انتخابات و رفتار یکسانی داشته باشن. این ملاحظه رو که در نظر بگیریم، میبینیم که فاکتورهای متعددی عمل میکنن که بسیاری از اینا در آن واحد میتونه مشوق شرکت باشن و یا مشوق امتناع باشند. این رو میشه دید. یعنی با یک چنین نگاهی و چنین تفکیکی مشکل میشه جواب داد در هر انتخابات واحد کل مردم و گروه های درون اون چطور رفتار میکنن. این خیلی کلی. اما به رغم یک چون این واقعیتی، شاید بشه در مجموع رای دهندگان رو صرف نظر از تعلقات گروهیشون و یا منطقهیشون، اقلیمیشون، جغرافیاییشون یا زمانیشون، صرف نظر از اینها شاید بشود به 3 تا گروه اینا رو تقسیم کرد. گروه اول اونایی هستن که چشم بسته با تیب خاطر به طور قطعی بدون هیچ تزلزلی میرن پای صندوق های رای و به اصطلاح به فراخوان حکومت جواب مثبت میدن و میرن رای میدن. خب بعضی از اینا ممکنه کاریزمای رهبری رو درشون عمل کرده باشه و به اعتبار اون رفته باشن. بعضی هاشون خب کل نظام رو میپذیرن، باور دارن، اعتقاد دارن بهش. بعضی هم ممکنه در اون سیستم وجود داشته باشن و از امتیازات و منافعی برخوردار هستن و شرط پایداری اون منافع و امتیازات هم این باشد که در انتخابات شرکت بکنن. خب این رو اینا قابل فهمه. اینا یک گروه اجتماعی هستن. اگه پرسیده بشه که اینا ثابت موندن در طول زمان از نظر حجم، اندازه، نه اینطور نیستش. تو این جمعیت به خصوص اونهایی که باور به اعتقاد داشتن، به نظر من ریزش کرده در طول سالها. فرضاً اون کسانی که به فراخوان آقای خمینی پاسخ مثبت میدادن و به اعتبار رهبری او از جنگ و جبهه گرفته تا پای انتخابات و یا مراسم دیگه شرکت میکردن، امروز اصلا گمان نمیکنم آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین او یه چنین توانی رو داشته باشه. چون اما از اون طرف بر جمعیت کسانی که به خاطر انگیزه های مادیشون و یا
امتیازاتی که برخوردار هستن، نوع مناسباتشون با حکومت، پای صندوق رأی میرن، اینا به نظر من همچنان وفادارن و دلیل نمیبینم که این جمعیت ثابت نره و برای حکومت نه تنها رأی بده، بلکه بخشی از اون میتونم تصور بکنم که خیلی هم فعال باشن و کوشش بکنن که با خودشون کسانی رو همراه بکنن. و این نکته رو گفته باشم. بعد این یه طرف. طرف دیگر اونهایی هستن که تحریم کردن انتخابات رو. از زمان که این رژیم به قدرت رسیده امتناع کردن از رفتن به پای صندوق رأی و به اراده حکومت تمکین نکردن، این عمل رو هم آمدانه انجام دادن، معناش رو هم میدونن. همه میدونیم تو این حکومت، تو این نظام، کسی که پای صندوق رأی میره معلوم نیست که کیه، معلوم نیست که آیا ناراضیه، آیا حکومت رو قبول داره، آیا حکومت حمایت میکنه، آیا تو دلش با حکومت مخالفه، هیچ کسی رو نمیدونه. چون همه این افراد ممکنه تحت شرایطی برن به رأی بدن. چیزی که نامشخصه، نامعلومه، اینه که چیزی که به اصطلاح معلومه، عکسش معلومه، افرادی هستش که رأی نمیدن. اونی که به راحتی مثلا شناسنامه‌شو میگیره میگه که ببینید صفحات چه ورق میزنه، من از اولی که این حکومت اومده تا الان به هیچ کدوم از انتخاباتش، در هیچ کدوم از انتخاباتش شرکت نکردم، هیچ رأیی هم به صندوق ننداختم. اینم یه دسته است. اگه پرسیده بشه که جمعیت اینا ثابت مونده، اونم با دشواری میتونم قبول بکنم. چرا که همه ارزیابی‌ها نشون میده که این دسته از جمعیت رأی دهنده افزایش پیدا کرده. اینو میتونیم بگیم. میماند دسته سومی که اون وسط هستن. دسته سوم وسط رو شاید بشه زیر عنوان ناراضیان دستبندی کرد. کسانی که به نظر زیادم میرسه، ناراضیان از شرایط خودشون، از زندگی که دارن میکنن، از رفتار حکومت، از سیاست‌های حکومت، ولی لزوماً اینها تو لحظه کنونی خودشون رو به اصطلاح نیروی برانداز نمیدونن و قائل نیستن به اینکه این حکومت رو قیام بکنن و براندازن. اصلاحاتی صورت بگیره باعث خوشنودی اینهاست. شرکت اینا تو انتخابات همیشه مشروط بوده. مشروط بده به اینکه برن رأی بدن، چیزی گیرشون میاد یا نمیاد. میتونن امتیازی رو بگیرن یا نمیتونن بگیرن. میتونن یه رأی به اصطلاح یه انتخاب بین بد و بدتر بکنن یا نمیتونن. میتونن برن یه رأی منفی بدن، یعنی رأی بدن به کسی که فاصله زیادی داره با مرکز قدرت و رأیی که به او بده به معنای رأی منفی به مرکز قدرته. هر یک از این شرایط براش فراهم بشه، یا اینکه قادر خواهند بود که کسی رو که وعده هایی میده برای اصلاحات، او رو جایگزینه مثلا شخص دیگری بکنن که خیلی از دشواری های کنونی رو فکر میکنن که از او ناشی شده، از دولت او ناشی شده. خب این مجموعه افراد و گروه های اجتماعی که این وسط قرار میگیرن، اینها شرکتشون همینطوری که گفتم تو انتخابات مشروطه به این که چیزی نمیتونن بگیرن یا نمیتونن بگیرن. البته در بین اینها یه جمعیت بزرگی وجود داره و اونهایی هستش که فشار و تهدید حکومت نگرانشون میکنه، موافق حکومت نیستن، جز اونهایی نیستن که در جهت حمایت از حکومت میرن رأی میدن، ناراضین اما خود رو مجبور میبینن. مثلا کارمند دولته، فکر میکنه که اگر نره موقعیت چه دست میده، یا این نوع افراد، و یا فرض کنید در یه شرایطی هستش که مردم، بسیار از مردم ناچارن که سهمیه هایی را از اون دستگاه های توزیع ارزاق عمومی یا امکانات عمومی بگیرن و نگران این هستن که اگر احیانا چنین چیزی
رو نتونن ثابت بکنن که نوعی حمایت دارن و پشتیبانی میکنن، از اون امتیازات محروم بشن. این بخش هم هست، این وسط، اینا هم وسط هستن، اینا حامیان حکومت نیستن ولی لزوم و لزومن هم نیروی برانداز نیستن. اونایی که دارن زندگی خودشون میکنه و با منطق روزمره حرکت میکنه، منطق روزمره رو میپذیره، زندگی روزمره رو میپذیره. امروز اگه سوال بشه که این سه دسته چه وضعیتی رو خواهند داشت، من میتونم تصور بکنم که موقعیت گروه اول چندان تفاوتی با 4 سال پیش نکرده، اما موقعیت گروه دوم، اونهایی که امتناع میکنن، به نظر من قوی تر شده. چرا که حکومت امروز نمیتونه امتیازات زیادی رو به ناراضیان بده و به دلایل زیاد. ناراضیان هم همون کسانی هستن که در انتخابات 88 آسیب فراوان دیدند، بسیاری از امیدهای اونها به یأس تبدیل شده از نظر روحی و روانی، استعداد زیادی رو ندارن که تو بازی حکومت و تو نمایشش مشارکت داشته باشن، از درجه آگاهی برخوردار هستن و اون آگاهی هم اونها رو توی سمتی خواهد. عواملی مثل کارچاخ‌کن‌های سیاسی که وسط میفتن، نمیدونم بعضی از جریان‌های اصلاح طلب، تبلیغاتشون ممکنه گروه‌هایی از این بخش رو بکنه و متزلزل بکنه، ولی من تصورم اینه که اکثریت اینها این آمادگی و ظرفیت رو در شرایط کنونی دارن که به مثل اردوی امتناع نزدیک بشن و از رفتن به پای صندوق رأی خودداری کنن. الان فکر میکنم که لازم روی تحریم و امتناع از شرکت در انتخابات بیشتر تعامل بکنیم. به نظر شما آیا در شرایط موجود و در شرایط حاکمیت رژیمی مثل جمهوری اسلامی، تحریم میتونه به صورت یک تاکتیک موفق عمل بکنه؟ تجربه تا کنونی چه چیزی رو نشان داده؟ بذارید اول یک نکته رو یادآوری کنم، به اون این که برای این حکومت شرکت تو انتخابات بیشتر از این که یک حق باشه، یک تکلیفه. سرراست بدون هیچ ابهامی اعلام میکنن مردم تکلیف شرعی دارن تو انتخابات شرکت بکنن. برای مردم این تکلیف، تکلیفه برای مردم، حق نیست، تکلیفه که رژیم تعیین میکنه. اگر در چنین شرایطی، اگر برای چنین رژیم صندوق رأی نتواند کمتر از 90% کل آراء واجدین شرایط رو بشموره و جمع‌آوری بکنه، شکست خورده. برای اینکه بخشی از مردم نپذیرفتند که به تکلیف شرعیشون عمل بکنن، به تکلیف انقلابیشون عمل بکنن، به وظیفه‌شون عمل بکنن و مخاطراتشون بپذیرند. حتی یعنی کمتر از اون 98% که مدعی هستن مردم آمدن به حکومت رأی دادن، اگر کمتر از اون حتی 98% پای صندوق رأی برن، یعنی تحریم داره کار میکنه. این اول روشن باشه، من اینطوری فکر میکنم. یعنی حکومت در کشاندن همه مردم حتی با حربه زور و فشار و تهدید هم موفق نمیشه همه مردم بیاره پای صندوق رأی. این یک نکته که اول از همه گفته بشه. در کل انتخاباتی هم که تا حال صورت گرفته،
اگر دوم خرداد 76 رو استثناء بکنیم که اونم توضیح جداگانه ای داره، اگر این رو استثناء بکنیم، بقیه دوره های انتخاباتی از اولین دوره های مجلس و ریاست جمهوری گرفته تا این اواخر، شرکت کنندگان حتی بر اساس آمار رسمی و ارقامی که خود اونها منتشر کردن که تقریبا در بس همه اونها دستکاری شده است در جهت بالا بردن میزان مشارکت کنندگان، اون چیزی که اعلام شده بین 60% تا 40% شرکت کردن و به عبارتی دیگه بین 60% تا 40% شرکت نکردند. یعنی اگر اون ملاحظه اول رو در نظر بگیریم، ببینیم که کارزار تحریم در تمام این سالها یک کارزار ثابت و موفق بوده. این نکته دومی که به نظر من آمار و ارقام این رو میگن و فکر نمی کنم من دچار اشتباه شده باشم. این من فکر میکنم من میخواستم که یه مقدار نزدیکتر نگاه بکنیم. آیا این سوال بعدی من اینه، آیا فکر میکنید که تحریم انتخابات پیش رو بتونه به یه کارزار فراگیر و موفق تبدیل بشه؟ ببینید، شاید کمتر موقعیتی اگه اون تصویری که ابتدای صحبتمون ارائه شد رو بهش باور داشته باشیم و اون رو تصویر دقیقی بدونیم، از توش یک چیز میاد بیرون، یک نتیجه میشه استنتاج کرد و اون نتیجه این است که زمینه عینی از هر زمان دیگه برای مشارکت مردم تو انتخابات نامساعدتره. از هر زمان دیگری محرک‌های تشویق کننده مردم به مشارکت تو انتخابات ضعیف‌تر و کمرنگ‌تره، ولی به عکسش از هر زمان دیگری زمینه عینی برای اینکه مردم نه تنها در انتخابات شرکت بکنن، بلکه حتی در شورش ها و قیام های انقلابی شرکت بکنن فراهم تره. شما اگه کافی است که وضعیت کنونی رو مقایسه بکنید با وضعیتی که به انقلاب 57 منتهی شد، شما میبینید که امروز گستردگی فلاکت و مهنت و تنگ دستی و محرومیت از جهات بسیار زیادی از سال 57 بیشتره. فاصله طبقاتی به مراتب بیشتره. فساد قوقا میکنه، اگر نگوییم بیشتر نمیتونیم بگیم کمتر است. و نارضایی مردم اگر نگوییم بیشتر است نمیتونیم بگیم کمتر است. خب اون در اون شرایط حتی به انقلاب منجر شد. امروز شرایطی که وجود داره برای ما به ما این اجازه رو میده که نتیجه گیری بکنیم. مساعدتی که این وضعیت داره، مساعد بودن وضعیت رو برای اینکه یک تحریم موفق باشه. اما البته عامل ذهنی اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی اینکه مردم شرایط عینی براشون فراهم باشه کافی نیست برای اینکه یک کارزار فعال عدم مشارکت، امتناع و تحریم بپیوندند، روی بیارن. شرایط ذهنی، خب تجربه 88 یه عامل بسیار مهمی بود و
برای اینکه مردم به مفهوم واقعی قدرت حکومتی و گرایشات اون و طبیعتش با تجربه خودشون آگاهی بیشتری پیدا بکنن. یکی از اون عوامل به اصطلاح ذهنی به نظر من فراهم شده است، اما خود این هم به نظرم کافی نیست. اگر در فضای موجود زمینه، یعنی گفتمان تحریم به صورت یک گفتمان جدی اجتماعی بتونه پا بگیره و به بحث روز درون مردم تبدیل بشه، من فکر میکنم که زمینه وجود داره برای اینکه اون شرایط عینی با یک شرایط مساعد ذهنی همراه بشه و به یه اراده‌ای برای اقدام جمعی، نه فردی، برای اقدام جمعی تو جهت یک کارزاری که کارزار منفعلانه‌ای نیست بلکه کارزار بسیار فعالی است، یک کنش اجتماعی جدی است، یک کنش اجتماعی جدی اعتراضی و حرکتی در جهت تغییره، در اون صورت من فکر میکنم که شرایط برای مساعده، بسیار مساعد میتونه باشه و نتیجه خوبی از توش میاد بیرون. ولی خب طبیعتا موانعی مثل نداشت نبودن رسانه‌های فراگیر و امکانات ارتباطی اینها عمل میکنه. ولی من با این وصف میتونم خوشبین باشم به اینکه ظرفیت کنونی اندیشه و فکری که درون جامعه وجود داره اگر به اندازه کافی و به درستی بسیج بشه میشه خوشبین بود که کارکرد پیدا بکنه. حالا طبقه کارگر و انتخابات. سوالی که در این رابطه مطرحه اینه که اساساً فرایندهای انتخاباتی برای مردم کارگر و زحمتکش میتونه فرصتی فراهم کنه که در راستای منافع طبقاتی خودشون در انتخابات شرکت کنن؟ بذارید بگم، تمام طبقه کارگر ما با تمام خانواده‌های کارگری تو انتخابات شرکت بکنند یا همه اونها تو انتخابات شرکت نکنند، آدمی که از صندوق میاد بیرون و دولتی که از اون صندوق میاد بیرون و مدیریت و رهبری دستگاه اجرایی که منتخب خواهد شد، قرار نیست که من به منافع طبقه کارگر پاسخ بدن و توجه داشته باشم. این اول از همه این رو گفته باشم. بنابراین مشارکت اگر با معنای این است که انتظار داشته باشن یکی از این مثلا چندین کاندیدایی که وجود داره، نامزدی که وجود داره، قرار باشه که سر سوزنی تو جهت منافع اونها قدمی بردارند، دچار خطا شدند. گفت همدان دوره، کرتش نزدیکه. مراجعه کنیم به برنامه‌ای که این دوجین، چند دوجین نامزد انتخابات ارائه کردن. شما یک کلمه در این برنامه ها پیدا بکنید که اعتراض داشته باشن به حداقل دستمزد. یک کلمه پیدا بکنید در این برنامه ها که اعتراض داشته باشن به اینکه کارگران نمیتونن اتحادیه های مستقل خودشون رو داشته باشن. شما یک مطلب پیدا بکنید در تمام این برنامه هایی که اینها منتشر کردن، تمام سخنرانی هایی که اینجا و اونجا میکنن، که توش آمده باشد که فرضاً بیمه های اجتماعی به اندازه کافی جوابگو نیست و با سیستم بیمه های اجتماعی در جهت منافع مردم و به طور اخص منافع توده زحمت کش و کارگر تغییرات بنیادی و اساسی پیدا بکنید، شما یکی رو پیدا بکنید. همه این آقایان اقتصاددانانی که الان به عنوان دکتر و مهندس و اینا تو این انتخابات شرکت دارند،
راجع به آسمان و ریسمان صحبت میکنن، ولی در این نوع مسائل سکوت اختیار کردن، کلمی صحبت نمیکنن. گفتنی است که یکی از اینا کافی است در بیاد بگه که رابطه ای باید از این به بعد بین دستمزد به طور مستقیم و تورم وجود داشته باشه، رابطه ای باید وجود داشته باشه بین هزینه مسکن و دستمزد. از این به بعد هر قدر شکافی وجود داشته باشه بین هزینه مسکن و درآمد خانوار، این شکاف رو دولت موظف پر کنه. یکی از اینها در بیاد در اینجا یه همچه طرحی رو ارائه بده. اینها طرحهای انقلابی نیستا، اینها طرحهای اصلاحات بسیار ناچیز و کوچکه برای اینکه توده عظیم میلیونی مردم که الان در شرایط بسیار دشوار و سختی به سر میبرن اندکی التیام پیدا بکنه مصائبشون. من اینها رو ندیدم. ممکنه واقعا وجود، حتی وجودم داشته باشه، من مدعی نیستم که تمام این اجزا رو دیدم، ای بسا که خب چنین نباشه، ولی گمان نمی کنم که در بین این نامزدها و این افرادی که آمدند یکی از اینها مدعی شده باشه که ما قانون کار رو باید عوض کنیم چون حق اعتصاب به کارگران تو قانون کار داده نشده و این قانون بدون حق اعتصاب کارگری سر سوزنی اعتبار نمیتونه داشته باشه، اعتبار عملی نمیتونه، برای اینکه تنها پشتوانه قدرت نیروی کار تواناییش برای توقف کار بوده و این رو ازش سلب شده. و میشود بسیار و بسیار و بسیار مسائلی رو مطرح کرد که مسائل روز است، مسائل حاد است، مسائل کارگر، نه به عنوان بخشی کوچکی از جامعه ما، بلکه به معنای اکثریت عظیم جمعیت که نیروی کار خود رو در قبال دستمزد، حقوق، پاداش و یا چیزهای از این قبیل میفروشن، یا نیروی کارشون رو تبدیل به خدمتی و خدماتی میکنن و اون رو عرضه میکنن. اینا همه مجبورن طبقه کارگران از معلم و نمیتونم کارمند اداره گرفته تا کارگران صنعتی و کارگران کشاورزی تا اقسام کارگرانی که تو بخش‌های تولیدی کوچک و خرد کار میکنن و تو خدمات کار میکنن، از یه راننده ساده تاکسی شما بگیرید تا نمیدونم یه جاشوییه که یه کشتی. این مجموعه کارگران ما هستن، از یک نشاکار کشزارای برنج گرفته تا یک کارگر مغنی که تو قنات‌های صحرای ایران رو کار میکنه. نه، این مجموعه است، این مجموعه یعنی اکثریت عظیم مردم. و من فکر نمی‌کنم که این انتخابات و این نمایندگان قرار باشه وقتی که از صندوق اومدن بیرون چیزی رو برای کارگران داشته باشن زیر بغلشون، برنامه ای رو برای بهبود شرایط کار و زندگی مردم زحمت کش داشته باشن. اما از حرف من بیرون نمیاد که اونها هیچ نوع مداخله ای نمیتونن توی انتخابات داشته باشن. نه، اینطور نیست. اینطور نیست که از فضای به وجود آمده که معمولا انتخابات به وجود میاره، یه فضای سیاسی معینی رو به وجود میاره، یک حدود 30-40 نفر آدم به عنوان نامزد انتخاباتی راه افتادن دوروبر کشور و جلسات متعدد دارن میذارن، رادیو تلویزیون به بحث پرداخته، روزنامه ها دارن بحث میکنن، به عبارت دیگه فضا به وجود اومده. کارگران قطعا از این فضا میتونن استفاده بکنن و میتونن تاثیرگذار باشن تو این فضا، مگر نه اینکه نامزدها از این شهر به اون شهر دیگه دارن حرکت میکنن و مگر نه اینکه کارگران تماما میتونن در جلسات اینها شرکت بکنن. من تصورم اینه که
کارگران میتونن تمام این نامزدها رو وادار بکنن به اینکه به سوالات جدی که در رابطه با کار زندگی اینا هست جواب بدن، به جای اینکه آسمان ریسمان ببافند از نمیدونم چیزهای بد، از مفاهیم بسیار کلی و غیر قابل لمس و غیر قابل اندازه گیری سخنرانیشون رو پر بکنن و با وعده های شیک و بزک شده برن به سراغ مردم و برای جلب اعتمادشون. من فکر میکنم کارگران قطعا میتونن در این جلسات شرکت بکنن و قطعا میتونن فضای این جلسات رو عوض کنن و قطعا میتونن گفتمان خودشون رو جایگزین گفتمان این به اصطلاح نامزدهای انتخاباتی بکنن، مطالباتشون رو، پرسش هاشون رو، برنامه هاشون رو، نیاز هاشون رو و حقوقشون رو، اینا رو مطرح کنن و اونا رو وادار بکنن به اینکه بگوین نه خیر، ما قرار نیست این کارا رو بکنیم. و یه چنین فضایی که احیانا بتونه به وجود بیاد، حول این فضا شکل‌گیری هسته های یا شبکه های از نیروی کار کاملا قابل تصوره و ارتباط پیدا کردن اینها با یکدیگه کاملا قابل تصوره و این حرکت، یعنی حرکت به زیر سوال بردن نامزدها و داوطلبین ریاست جمهوری، میتونه به یک حرکت سراسری تبدیل بشه، همه جا اینها رو زیر سوال ببرند. کسانی که در اون جلسات قرار است حرف بزنند خود شرکت کنندگانند، نه سخنرانان. مردم اونها رو میتونن وادار بکنن که شما خیلی حرف زدید، صبر کنید و گوش بدید، بگید ببینید ما چی میگیم، ما حرفمون رو بزنیم. به نظر من از اون مقدمه صحبتم این نتیجه گیری نمی کنم که از فضای وجود آمدن انتخابات مطلقاً نمی شود تو جهت نوعی مداخله استفاده کرد. نخیر، میشه مداخله کرد. این موردی که من اشاره کردم یک مثال است، ولی قدر مسلم ذهنهای خلاق قادر خواهند بود اشکال دیگری از و مناسبتری از و عملیتری از مداخله و استفاده از فضای و فرصت‌های انتخاباتی پیدا بکنند، تو جهت همبستگی کارگری، تو جهت گسترش ارتباطات کارگری و تو جهت طرح مسائلشون، مطالباتشون و تو جهت هرچه نزدیکتر شدن اونها با دیگر اقشار محروم و آسیب دیده کشورم. با تشکر از شما برای شرکت در این گفتگو. منم از شما سپاسگزارم. سوالات زیادی مطرحه، با امید اینکه در فرصت دیگری بتونیم با شما گفتگویی داشته باشیم. سپاسگزارم. بینندگان عزیز تلویزیون برابری، تردیدی ندارم که برای شما هم سوالات زیادی مطرحه. خوشحال خواهیم شد که اونها رو با ما در میان بگذارید تا در فرصت‌های دیگر با اونها بپردازیم. از اینکه به این برنامه توجه کردید سپاسگزاریم.